عبدالرزاق عبدالواحد از مشهورترین شاعران جهان عرب و کشور عراق بود. وی به دین صائبی اعتقاد داشت و تحقیقات بسیاری را در حوزه این دین انجام و ارائه داد. رنگ و بوی حماسه در اشعارش بسیار نمود داشت و به شاعر مادر جنگ ها مشهور شد. ایشان با وجود مسلمان نبودن اشعار بسیار زیبایی در وصف امام حسین علیه السلام و واقعه کربلا دارند و به همین خاطر از طرف آیت الله سیستانی مورد تقدیر ویژه قرار گرفت. در مصاحبه با شبکه العربیه سعودی داستان این تقدیر را این گونه بیان می‌کند: جاءني تلفون في منتصف الليل متحدث باسم الحوزه بیمه‌های شب از حوزه نجف با من تماس گرفتند و گفتند نزد آیت الله سیستانی هستند. ایشان به شما سلام می‌فرستند و توصیه نمودند همچون عبدالرزاق عبدالواحد بر امام حسین گریه کنید. نبکی علی الحسین كما يبكي عبدالرزاق عبدالواحد عليه لا كما نبكي. در ادامه تماس به اطلاعش می‌رسد که به دستور آیت الله سیستانی همایشی جهت تکریم از ایشان برگزار خواهد شد، ولی عبدالرزاق به علت ترس از ترور توسط مخالفان دعوت را قبول نمی کند و نمی رود. در ادامه برنامه در جواب سؤال مجری از ارتباطش با حسین علیه السلام می گوید: وش علاقتك مع الحسين؟ قدمت وعفوك عن مقدمي حسيرا اسيرا كثيرا ظمي قدمت لأحرم في رحبتي سلام لمثواك من محرم فمذ كنت طفلا رأيت الحسين منارا إلى ضوئه أنت ومذ كنت طفلا وجدت الحسين ملاذا بأسواره أحتمي ومذ كنت طفلا عرفت الحسين رضاعا وللآن لم أفطن سلام عليك فأنت السلام وإن كنت مختضبا بالدم وأنت الدليل إلى الكبرياء بما ديس من صدرك الأكرم وإنك معتصم الخائفين يا من الذبح لم يعصى.